از نظر ویرایش پذیری فرمت میدی توی کار صدا بیشترین امکانات رو در اختیار ما قرار میده. منتها خیلی وقتا شاید ما بخوایم داده های آدیوی خودمون رو ادیت بکنیم. این هم شدنیه، نه در حد میدی، ولی به هر حال انعطاف پذیره و قابل ادیت شدن و قابل ویرایش شدن. بریم شرایط ویرایش آدیو تو ریپر رو با هم بررسی کنیم. تعداد ویرایش هایی که میتونین روی کلیپ آدیو انجام بدین توی نرم افزار ریپر خیلی زیاده و دستتون واقعا بازه تو ویرایش آدیو. فرض بفرمایین ما یه کلیپ آدیو رو اینجا از توی میدیا اکسپلوررمون برداریم، مثلا الان اینو توی ترک جدید داریم، این کلیپ آدیو رو. ساده ترین کارهایی که میتونیم بکنیم روی آدیو، اولین چیزش فید کردنه دیگه. وقتی ابتدای فایل رو بگیرین، وقتی ابتدای فایل از نیمه فایل به بالا، این یک چهارم بالایی کلیپ، کرسر موستون رو قرار بدین، میبینین علامتش چه شکلی میشه، شبیه یه خمیدگی میشه. این رو وقتی کلیک چپ کنین و بکشین، تا جایی که کلیکتون رو ادامه بدین و بکشین، یه فید این ایجاد میکنه. همینو تو آخرش هم میتونین ایجاد بکنید که فید اوت ایجاد میکنه. پس این از فید این و فید اوت. اگر دوتا ترک هم داشته باشین و این دوتا رو مثلا یک ترک رو بکشین جایی که روی اون یکی همپوشانی ایجاد بکنه، خودش به صورت اتوماتیک کراس فید ایجاد میکنه. اگر بخواید کراس فید ایجاد نکنه، این آتو کراس فید آلت و اکس شورتکاتش و دکمش هم اینجاست. میتونین دکمه رو خاموش کنین. الان اگر این کار رو انجام بدیم مجددن، میبینیم که کراس فید ایجاد نکرد. حالا من این کلیپ رو چجوری از وسط به دو قسمت تقسیم کردم که یه قسمتش رو کشیدم؟ این خط هد رو من یه جایی قرار میدم، هر جایی که باب میلم باشه، اینجا مثلا، یکم عقب‌تر سر ترانزینت، بسیار عالی. اینجا دکمه S رو روی کیبورد بزنم، اسپلیت انجام میده، یعنی این کلیپ رو از این نقطه به دو قسمت تقسیم میکنه. اینم از این. وقتی شما یه فید ایجاد میکنین، جایی که کرسرتون به شکل خود اون کرو فید در بیاد، اگر کلیک راست بکنین، یه منو براتون باز میشه، یه دراپ داون منیو باز میشه که توی این میتونین شکل فید رو انتخاب کنین. میخواین اینطوری خطی فید بشه، به صورت اتوماتیک روی این کرو هست، میخواین یه کروی باشه که دیرتر برسه به اوجش، میخواین نه زودتر برسه، خیلی دیرتر برسه، اسکرو ملایم میخواین داشته باشین، به این صورت اسکرو شدیدتر هم میتونید داشته باشین، به این کرو این شکلی که شبیه حرف اس انگلیسیه میگن اسکرو. همین برای فید اوت هم صادقه. نکته بعدی، الان گوش کنیم ببینیم روی این کلیپ چه پردازش هایی میتونیم انجام بدیم. اولین چیزی که به نظر من میاد، وقتی شکل موجیشو نگاه کنیم، یکم زوم کنیم روش، شکل موجیو نگاه کنیم، میبینین سر ضرب نیست خیلی. اینو تمپو مچ کردیم ولی اونقدی سر ضرب نیست، چون تمپو مچ از ابتدا و انتهای فایل بیشتر استفاده میکنه. یه کاری که میتونیم بکنیم آدیو سلیپه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجا یه دنه اسپلیت انجام میدم، بعد این قسمت رو الباقی رو هول میدم جلوتر میذارم اینجا. الان نگاه کنین کل این کلیپ بدون اینکه ابتدا و انتهای کلیپ تغییر کنه، داده داخل کلیپ حرکت میکنه به سمت جلو. خب اینو چجوری انجام میدم؟ اسپلیتمو که انجام دادم، دکمه آلت رو روی کیبوردم نگه میدارم، میبینین یه علامتی زیر موسم اومد، حالا میتونم اینو هول بدم به سمت جلوتر. یه راه دیگه هم برای این کار دارم، اونم استفاده از آدیو استرچینگه. ما میتونم یه سری مارکر روی کیبوردم، شورتکاتش رو A قرار دادم، بذارین توی اکشن لیست ببینم اسم اکشنش چیه.
اسمش هست add stretch marker at cursor. این توی اکشن های مربوط به آیتمه. من A گذاشتم دکمشو، A روی کیبوردم. حالا شما میتونید توی اکشن لیست هر دکمه‌ای که میخواین قرار بدین. یه دونه میذارم اینجا آخر این ترانزینت قبلیه، حالا اینکه ترانزینتی نیست ولی حدودن دیگه. یه دونه میذارم اینجا، بعد اینو اگر هول بدم این قسمت آدیو، یعنی اون قسمتی که بین دوتا مارکر قرار گرفته کش میاد، الباقی میرن جلوتر. همین کارای برعکس انجام بدم این قسمت فشرده تر میشه. دیدین تا یه حدودی شبیه همون آدیو استرچینگ بدون کات فقط انجام میشه. حالا یه کار دیگه که میتونم بکنم اینه، من همه مارکرام رو ست میکنم، سر هر ضربم یه دونه مارکر قرار میدم، بعد میام این مارکرهام رو سلکت میکنم، یه مارکر این اول قرار میدم، یعنی آدیو مارکر میذارم اینجا، این مارکر رو حذف میکنم با آلت و کلیک. حالا الان اول هر ترانزینت هم یه مارکر دارم، به جز این بذارین اینو درست کنم، پاک شد. اینم از این درسته. حالا اگر اسنپم رو روشن کنم، این اسنپ تو گریدم رو، همه اینا رو بندازم سر ضرب، الان یه کوانتایز نسبتا دقیق دارم. فقط صداشو گوش کنین، آدیو استرچینگ یه تأثیری روی جنس صدا میذاره، اینو توجه داشته باشین بهش. مقایسه کنیم. دوباره اگه دقت کنین یه مقداری از بیسش از دست رفت. من حدسم اینه، اینو جایی نخوندم ولی حدسم اینه که به خاطر تداخل فاز باشه، یه شبیه تداخل فازه، چون تداخل فاز هم بیس رو کنسل میکنه. به نظرم شبیه فیز ایشو میاد ولی مطمئن نیستم. خلاصه آدیو استرچینگ همچین مشکلاتی داره، علل خصوص اگر یه صدایی رو زیاد آدیو استرچ کنین، زیاد بکشین یا زیاد فشرده کنین، آرتیفکت ایجاد میکنه، صدا رو عوض میکنه. مثلا اینجا رو نگاه کنین، اگه من میخوام فرضاً مثلا اینو گرید رو خاموش کنم، بخوام مثلا بذارمش اینجا، اینقدر اختلاف ضرب ایجاد کنم، نگاه کنین صدا چه شکلی میشه، آرتیفکت ایجاد کرد. حتی کمتر از اینم باز همین کارو میکنه، مثلا الان اینجا بوده اصلش، من بذارم اینجا، میشنم این صدا یه جور غیر طبیعی شد، این تیکه فشرده شدش هم همینطور یه جوری شد قضیه. اینه که از آدیو استرچینگ با احتیاط استفاده کنیم و فقط جایی که واقعا لازم باشه. حالا چه راه دیگه ای داریم برای کوانتایز کردن این تیکه؟ یه راه دیگه‌مون اینه، به جای اینکه از استرچ مارکر استفاده کنیم، سر هر ترانزینت رو یه کات میزنیم. خب الان سر هر ترانزینت اون مشخص، یعنی هر کدوم از این ضربا یه اسپلیت اولشه، یه آیتم جداگانه به حساب میاد دیگه، چون جداش کردیم از قبلیه. حالا اینجا نگاه کنین، من این یه فرمان مال SWS، اسمش هست Quantize Item Position and MIDI Node Position to Grid. خب وقتی میگیم یه فرمانی فرمان SWS، یعنی به طور فابریک روی ریپر وجود نداره، باید شما افزونه SWS رو، پک افزونه فرامین SWS رو دانلود کنیم و اینستال کنیم. خیلی هم کار ساده ایه، این خلاصه تو اون پکه. وقتی اینو بزنم نگاه کنین همه چیز با گرید کوانتایز شد، فقط بعضی جاها الان فاصله افتاده بین نوت هام. کافیه من اینو به جای اینکه ادامه بدم تا برسه به این، بکشمش، خود آدیو رو استرچش کنم، ولی نه با استفاده از آدیو استرچ، با استفاده از کلیپ استرچینگ. من اگر آلت رو نگه دارم، نگاه کنین به جای اینکه شکل یه براکت باشه کرسرم، به شکل یه دست در اومد. الان وقتی چیزی رو جابجا کنم کل آدیوم رو میکشه. خب حالا این کار اگر با سنپ تو گرید انجام بدم میشه اینطوری. مطمئن میشم که همه چی تا انتها کش اومده و هیچ چیز اضافه و همپوشانی نداره. اگر چیزی اضافه یا همپوشانی داشته باشه باید برطرفش کنم. الان گوشش کنیم.
آخری و حواسم بهش نبود. دیدین چقدر تمیز این کار رو انجام داد؟ یه چیز خیلی جالبی که ریپر داره تایم استرچینگ و پیچ شیفتینگش هست. نگاه کنین وقتی من اینا رو کشیدم سرعت پخش این فایل ها رو عوض کرده ریپر. خب نگاه کنین این بالاش نوشته ریت 0.994. یعنی چی؟ یعنی این رو به جای این که با ضریب 1 پخش کنه، یعنی همونقدی که طول اصلی فایل هست، این تو نرم افزار هم همونقدر طول بکشه این قسمتش، ریتش شده 0.994، یعنی 6.6% آرومتر پخش میشه. تو این یکی ریتمون شده 1.011. این ریت رو میبینین تو همشون عوض شد چون تایم استرچشون کردم، به جز این یکی. این یکی ریتش تغییر نکرده، هیچی ننوشته، این یکی ثابت مونده. حالا ریتو که دیدیم از یه جای دیگه هم میتونیم این ریتو ببینیم. این کلیپ آدیو یه پراپرتیز یا یه تنظیماتی داره. وقتی من انتخابش کنم و دکمه F2 رو بزنم یه منو برای من میاد که طبق معمول میره تو اون یکی مانیتورم، یه منو برای من باز میشه. دوباره ببندم باز کنم درست میشه؟ بله درست شد. این منو به این صورته، آپشنایی که در اختیار من میذاره اینطورین: اسم آیتم چیه، وضعیت میکسش چیه، اینجا میتونم انتخاب کنم که چطوری میکسش بکنه، یعنی آیتم توی میکس چه مشخصاتی داشته باشه، اینو من میذارم روی پراجکت دیفالت همیشه. وضعیت تایم شیفت و در واقع پیت شیفت و تایم استرچش چی باشه، یعنی با چه الگوریتمی اینو تایم شیفت و پیت شیفت و تایم استرچ کنه. انواع و اقسام اپلیکیشن ها رو داره، انواع و اقسام الگوریتم ها رو داره. من همیشه میذارم رو پراجکت دیفالت چون واقعا ازش راضیم، دلیلی ندیدم که عوضش کنم. اگر چند تا برداشت باشه مشخصات و مختصات اون تیک، یعنی اون برداشت، یادتونه چند تا لایه چند تا برداشت مختلف رو توی یک کلیپ ضبط میکردیم، اگر چند تا برداشت توی این آیتم وجود داشته باشه اون برداشتی که انتخاب کردم و مختصاتش رو اینجا به من نشون میده. چیز دیگه‌ای که دارم ولومش، پنینگش و سرعت پلی بک ریتش که اونجا گفتیم. پیچ اجاستمنت آیتم رو هم داریم. یعنی چی؟ یعنی من میتونم این آیتم رو به فرض مثال با نگه داشتن دکمه شیفت و آلت، نگاه کنین علامتش عوض شد، شبیه یه دنه دیاپازون شد، میتونم پیچ شیفت کنم. الان من 3 سمیتون یا 3.5 پرده این رو جابجا کردم، 3.5 پرده آوردم بالا. حالا من برای این اومدم یه فرمان دیگه هم تعریف کردم. این فرمان چیه؟ روی نامبر پد کیبوردم اگر دکمه به اضافه یا پلاس رو بزنم 1 سمیتون بالا میبره پیچ آدیو یا میدی من رو، هر کلیپی رو که انتخاب کرده باشم پیچش رو 1.5 پرده بالا میبره. اگر دکمه منفی رو بزنم یا دش رو 1 سمیتون یا 1.5 پرده پایین میاره. این دوتا اکشن خیلی چیزای بکاری هن. اینجا نگاه کنیم مثلا من دارم الان میگم من این کورت میخوام عوض شه، خب بزنه، صداش جالب نشد. دوتا بریم بالا ببینیم چی میشه. یه پرده بالاتر، حالا گوش کنیم. حالا روی این صدا خیلی خوب نمیشه ولی به عنوان نمونه دارم نشونتون میدم دیگه. مثلا بذارین 5 سمیتون بریم بالا این یکی. چون صدای گیتار الکتریکه و صدای یه ساز طبیعیه اونقدر الان طبیعی داره صدا نمیده، ولی واقعا نسبت به پیچ شیفت نرم افزارهای دیگه بی‌نظیر کار ریپر. مثلا رو کلیپ بیس امتحانش کنیم ببینید. برای انجام پیچ شیفت های خیلی سریع و فوری توی پروژه واقعا مناسبه نرم افزار ریپر. نا کنین الان اگر من بخوام این آکورد با تغییر نوت بیسش مثلا تغییر کنه بشه یه سلش کورد مثلا اینطوری، نا کنین 7 سمیتون رفت بالاتر، ببینین چی شد.
اگر بخوام مثلا این نیمه دومش من گریدم رو بکنم نصف، الان گریدم شد نوت سفید، این نصفه دومش بخوام یه نیم پرده بره بالاتر که مثلا اتصال بهتری داشته باشیم به قسمت دوم، نکنی چه شکلی میشه. حتی میتونم اینجا این کار بکنم و میتونم فید بین این دوتا رو یکم تمیزتر انجام بدم، مثلا این بیاد از اینجاهای ماجرا، کراس فیدم رو روشن کنم، این بیاد مثلا از اینجاها، یکم هم کل این با هم حرکت. شبیه یه جور اسلایدیه که دست گیتاریست ایجاد کرده باشه. این پیچ شیفت و تایم استرچینگ هیچ وقت پرفکت نیستن تو هیچ نرم افزاری، ولی توی ریپر نسبت به DAW های دیگه و با این راحتی که الان در اختیار ما قرار داده این دوتا آپشن رو، واقعا من راضیم، یعنی بسیار هم ازش استفاده میکنم، علل خصوص رو صداهای مثلا صداهایی که صدای ساز طبیعی نباشه. بذاریم مثلا روی یک کلیپ چیز نشونتون بدم، روی یک کلیپ مثلا سینتسایزر. خب اینجا یک کلیپ درون پد ما داریم، درون پد به این جور پدا میگن که یه تک نوت واخون میزنه دیگه. حالا میگیم این کلیپ چقدر طول میکشه، خستمون کردی سید، اینو با همون ابزار آلتو کلیک که گفتم میخوام کوتاه‌ترش کنم، تایم استرچش کردم دو برابر شه سرعتش، خیلی زیاده، یعنی قاعدتا باید صداش واقعا خراب بشه. حالا گوش کنیم ببینیم چی شد. آقا انگار نه انگار، واقعا انگار نه انگار که اینو من 100% تایم استرچ کردم، خیلی تمیز این کار رو انجام میده. حالا همینو تایم استرچ شده شو 5 تا نیم پرده بردیم بالا. شیش تا، هفت تا، 20 تا نیم پرده. اینجا آرتیفکت داریم دیگه واقعا. یازده تا نیم پرده، یعنی نیم پرده کمتر از اکتاف. عزیزانی که از سمپل های آدیو زیاد استفاده می کنن، اینجور شورتکات ها رو برای خودشون ایجاد کنن و توی نرم افزاری که اصلا حجمش کامپیوترتون اذیت نمی کنه، اصلا سقف استفادهش از CPU آزاردهنده نیست، اصلا رم وحشتناکی ازتون نمیگیره، توی نرم افزار خیلی سبک همیچین الگوریتمای ترتمیزی رو راحت میتونن داشته باشن. میدونم که مثلا FL Studio خیلی از این گزینه ها رو داره، ولی حجم اون کجا، حجم این کجا، واقعا کم نظیر میدونم من از این لحاظ ریپر رو، کم نظیر که هیچ بی نظیر میدونم ریپر رو از این لحاظ، هیچ رقیبی نداره تو اندازه حجمی و به حضورتون عرض کنم که مصرف CPU خودش. حالا یه سری امکانات باحال دیگر هم تو مبحث بعدی با هم میبینیم که بی ارتباط به مبحث فعلیمون هم نیست. بریم ببینیم.